بسم الله الرحمن الرحيم. میایم به برنامه کویک بوکس. دیروز در یاد درس روز گذشته ما روی یک تعداد کمندهایی که مربوط کستومر میشن، مثل کریت استیمیت و سل آرڈر و کریت انوایس و سل ریسپت و ریسیو پیمنت کم کم صحبت کردیم. خب امروز باز روی امید تعداد کمندهایی که ما در درس گذشته خوانده بودیم باز تکرار میکنیم. یک چیزی اینوایس هم ما صحبت کردیم به درست گذاشته که بخاطر از استفاده میکنیم هر وقت که مشتری چیزی را از پیش شما به قرض بخره و پولیش بعدا پیمنت میکنه، و ای را گفته بودیم سل ریسپت که وقتی که مشتری با کش از پیش ما چیزی را میخره. در برنامه کویک بوکس اگر بایدتن باشه وقتی که ما کمپانی فایل جور میکردیم، تجریان جور کردن کمپانی فایل یک کماند بود به نام دو یو، یک سوال میکرد کویک بوکس از پیش من: دو یو وانت تو یوز پروگرس انوایس ان کویک بوکس؟ آیا تو در برنامه کویک بوکس پروگرس انوایس استفاده میکنی یا نمیکنی؟ باز ما یس انتخاب میکردیم. حالا شاید با شما سوال پیدا شد که استاد پروگرس انوایس ما چه وقت استفاده میکردیم. امروز قبل از اینکه سری کماند های دیگه کار کنیم، میایم در انوایس روی امو موضوع صحبت میکنیم. این مشتری ما که هست در هیستوری از یک ترانزکشن هست، من این را دیلیت میکنم ترانزکشن ها که بیخی بلنس از این صفر شما، این را دیلیت خواب کردم، کلوز گفتم. بلنس از این مشتری ما چیست؟ صفر است. اول قبل از اینکه شما پاراگراس انوایس در کویک بوکس استفاده کنید، اول باید ما شما بیایم در برنامه کویک بوکس در مینوی ایدیت در پریفرنسز بیایم، در اینجا که آمدیم در بخش جاب اند استیمیتس بیایم، در اینجا در کمپانی پریفرنسز این آپشن را ببینیم که فعال است یا نیست. Do you do progress invoice in QuickBooks? اگه این نو باشه progress invoice کار نمیکنه. ای باید فعال باشه. فعلا فعال است، اوکی کلیک میکنه. به طور مثال ما اینمی مشتری ما که است برای ما یک از پیش ما یک کوتیشن استیمیت گرفته. صحیح؟ آمدم در کریت استیمیتس، در اینجا که آمدم میگم این استیمیت یا کوتیشن از ما از QuickBooks دسکتاپ ترنینگ گرفته. از چند نفره؟ از 10 نفره گرفته. صحیح شد؟ ای را که برش مشخص کردیم. سایت هم که هست چون این سرویس سایت فعال نمیشه، اگر ایتم می بود سایت فعال میشد. در اینجا تعدادش هم مشخص است که مکمل چقدر میشه، 10 نفر نمیگم، 20 نفر شد، 60,000 افغانی شد، 60,000 افغانی شد. بعد از اون سیو این کلوز انتخاب کردم، ای را که انتخاب کردیم، حالا وقتی که ما انوایس جور میکنیم او آپشن اتوماتیکلی فعال میشه، پروگرس انوایس آپشن فعال میشه. آمده میگم کریت انوایس، وقتی که کریت انوایس، انوایس با کی جور میکنی؟ میگم انوایس جور میکنم به اینمی محمد اسلام. وقتی که کلیک کنین برای ما میگه انوایس تو جور میکنی با اساس کدام سلس آرڈر است یا استیمیت است یا پرچیز آرڈر است چیست. خوی استیمیت است نه؟ اوکی کلیک میکنم، استیمیت انتخاب میکنم. وقتی که استیمیت انتخاب کردی اتوماتیکلی این قسم یک مسج برتان میاد. اینی مسج که است به خاطر پروگرس انوایس است. در اینجا برای ما میگه تو که انوایس میخوای جور کنی، میخوای امی انوایس 100% جور کنی یا نه؟ 100% از کمپلیت نشده، 50%، 20%، 30%، چه قسم جور میکنی؟ اینجا برای ما میگه create progress invoice based on the estimate. انوان از امی ویندوز دار بگم بله، ما به اساس 100% این امی چیزی که دمیو استیمیت 100% شما میخوام یک انوایس جور کنم. وقتی که اوکی کلیک کنی مکمل 100% 60,000 افغانی میشه اون برای ما میاره. یه میبینین شما و غیر ما کلیر کنم برشون بگیم که نه، ما 1% مشخص کار انجام داریم و اونو قدر ما چی میکنیم انوایس در برنامه کویک بوکس استفاده میکنیم. باز سری نام مشتری کلیک میکنیم، باز این انتخاب میکنیم اوکی میگم. دی دفعه میگم که بیادر ما خودم برات مشخص میکنم create invoice for percentage of the entire estimates. یا استیمیت چقدر پرسنتیج میگم 50% شما قبل زده بودم که 50% کار که تکمیل شد باید بر ما باز انوایس میارم پیسی شما برای ما بودی. گفت صحیح است. این حال 50% تکمیل شد اوکی کلک و 50% خودش کالکولیت میکنه اتوماتیکل چقدر میشه؟ 30,000 افغان میشه. 50% اینمی 60,000 چقدر میشه؟ 30,000 افغان. بعد از او فقط سیو این کلوز کلک میکنم. وقتی که کلک کردم ببینید شما 30,000 افغانی دیگه چی شد؟ یک اینوایس به تعداد 30,000 افغانی چی شد؟ این پیسه را به طور مثال ما گرفتم از پیش از این آمدم در ریسیف پیمنت، در ریسیف پیمنت گفتم که بعدا اینی از این مشتری که هست این پیسه را مکمل شد برای ما داد به شکل چی؟
کاش اگر تو میگی مکملش نداد 20000 شه انوایسم از 30000 جور کرد گفت پیسہ نه صورت امور رقم 20000 شد کاریم 10000 دیگه چی شد باقی مان بنام چی لیو دس از ان انڈر پیمنٹ و این معنی کی بعدن بازی برای ما پیمنٹ میکنه سیو ان کلوز انتخاب کردم کاش است ولی کاش است سیو ان کلوز 20000 شما ریسیو کردیم 10000 دیگه ماندم حالا زمو انوایس که هستم باز میم یک 25% دیگه کارم تمام کردیم یا مثلا 40% او رم گفت بیار که پیسیت قدس دیگه خلاص کن قرض سابقه ایتم بتم آمدم در کریوت انوایس گفتم بیدر بمی محمد اسلام من انوایس جور میکنم انوایس اگه جور میکنیم باسا سیستمیت است بله اویلیبل استیمیتس اگر سیل آرڈر باشه سیل آرڈر خودش میه چون یه صرف ده هیستری ازی ما استیمیت دارم استیمیت میاره برای ما ایره که انتخاب کده اوکی کلک کو باز مسج میتا متوقع اگر آلی تو ایره انتخاب کنی سال کو سابقه جی 100% میامد چرا 100% میامد بخاطر ازی که 100% ما سر ازو پیسه داشتیم برای ما پیمنت نکده بود آلی چون بخاطر 100% خلاص شد فیصدیش برات میگه ریمینینگ اماونت اف د استیمیت چیزی که مطابقی دم استیمیت مان تو اون امور برات پیمنت میکنه یعنی تو میگی که ما یا فیصدی رو مشخص میکنم میگم 40% شه برای ما پیمنت میکنه دیگه نمیکنه اوکی کلیک کو اوکی رو کلیک کرد آل 40% از چقدر میشه 24000 افغانی و اینجا برای ما میگم توتال 90% اگه 40% زیرم بگیری 90% به تو ریسیو کی شده پیسه زیره این تو 90% شه انوایس تانوس جور کردی دو دفعه 50% بود 40% شد 10% دیگه مطابقش میمونه خودش کالکولیت میکنه اینجا برای ما میگم سل کو استیمیت اماونت چقدر است 60000 پرایر اماونت چقدر ما گرفتیم یعنی پریویس اماونت 30000 ما گرفتیم و ٹوٹل فیصدی را که ما گرفتیم چقدر است اماونت فعلی ما 24000 افغانی است 6000 دیگه شان امرای ما میمونه اینا شما ببینید از 60000 60000 ضرب 10 میکنیم تقسیمی 100 چقدر میمونه 6000 افغانی میمونه بس سیو این کلوز گفتم این کلوز کلیک کردم آلی عزیز 30000 34000 افغانی جور شد بخاطر از اینکه 10000 سابقه قرض بود 24000 ای شد چقدر میشه خب ایرم ریسیو پیمنت کردم این دفعه گفت مکمل پولیش میتم بر از این نفر اردو ترانزکشن انتخاب که 10000 است 24000 به شکل کیش برای من پیمنت کرد سیو این کلوز انتخاب کن صفر شد نشد صفر شد متوقعیش هم ای دفعه باز آمدم در کجا در کریت انوایس میگم برای این نفر ما انوایس جور میکنم با اساس استیمیت است بله و وقتی که حساب استیمیت خلاص شد دیگه این مسیج برات نمیاد اوکی کلیک کردم ای دفعه میگم بیادر که ما مکملش انتخاب میکنم چیزی ریمینینگ اماونت کس اون نمره ای رکار میکنم برات چی بخاطر چی استفاده میشه ای انتخاب کو اوکی کلیک کو اتوماتیکلی میگیر میگه تقریبا 6000 افغانی مونده کیرم تو بگیری ٹوٹل 100% میشه از این استیمیتد پرایسش 54000 افغانی را سابق گرفتی و این 6000 اون قدازی یک جاشو چند میشه 60000 استیمیت اماونت اینه قدر است اینه قدر سابق گرفتی صحیح شد و این اماونت که است از چقدر کانتیتی است از دو نفر است پیسی دو نفر است یک نفر چند میگرفتیم 3000 میگرفتیم نه 20 نفر بود از دیگاه 18 نفر که شده و دو نفر مانده که 6000 افغانی میشه سیو این کلوز پیسه چی شد اینجا اضافه شد ایرم رسیف کردم پروگرس اینوایس شما به این شکل در برنامه کویک بوکس چی میکنین پروسس میکنین کارشا پی میبرین سعی شو زیادتر در پروژه ساختمانی که اسی قابل تطبیق است که یک پروژه را میگیری هر چه کار پیش بره یا قد نفر جور آمد کنی میگه برو بیادر 50% پولیش میتم برت اینوایس شبیار برای ما اینوایس جور میکنی پولیش میگیری سعی شد و آپشن دیگه که در اخیر ما در بودشی کار میکرد خب میایم در کجا پس میگم به می نفر که هستم این محمد اسلام که هستم برای از این ما یک سرویس داریم یک سرویس کوتیشن شست پیش ما بود استیمیت بود بله محمد اسلام بله چون بلنسش پاک است به او خاطر امیر باز انتخاب کردیم آمدم گفتم یک سرویس از پیشم بود از پروپوزل رایتنگ کوتیشن و یک دنم از تکنیکل سپورت صحیح است گفت 5 جنه برای ما پروپوزل رایتنگ کار است یک پروپوزل 5 جنه پروپوزل برای ما جور کو و تکنیکل سپورت نمیگیریم کویک بوکس ترنینگ انتخاب کردم
و پنج نفر کس ترنینگ بده مکمل انوایس از 65 هزار افغانی شد. یه سیو این کلوز انتخاب کردم، یاد دمی که یک مسیج هم برش میتونم که بیدم تنکیو فور یور بزنس. سیو این کلوز انتخاب کردم، سپرین چک اگنو دارم. حالی نفر آمد گفت بیدر خوب سلاندر هم کرد برای ما، کارایش ما انجام دادیم، صحیح است کارایش انجام دادیم برای ما. گفت خیلی بیدر تو انوایس برای ما جور کن. البته انوایس هم همون چیزی که برای ما استیمیت برده بودیم 20% اردو قلم برد ما میدیم. یک چی بود؟ پروپوزل رایتنگ بود و دیگه هم که هستم کویک بوکس ترنینگ بود. ما گفتم بیادر اون پروژه در خود ما برنده شدیم، کار اون جریان داره، پیسه ضرورت داریم، یک 20% از اون پیسه برای ما بدی. گفت سعیست تو کودشن جور کو اچی را انوایس جور کو بیار 20% پیسه شما برد میدیم. چه قسم 20% اردو قلم میگیریم شما؟ ادو دانه سرویس آیتم که هستن میم باز در کدام جای؟ در کریت انوایس، در انوایس که آمده باز هم اونا مشتری رو انتخاب که اینه مشتری است. انوایس که جور میکنی با اساس چی جور میکنی؟ اویلیبل استیمیتس. اویلیبل استیمیتس اگر تو سلادر انتخاب کنی نیست سلادر خویی، چون استیمیتس مستقیم استیمیت میره، صحیح است؟ اوکی کلیک کردم، اوکی که کلیک کردم باز او اپشن میره. ای دفعه بجای زی و ازی چی انتخاب میکنیم؟ ای انتخاب میکنیم. ما میگم create invoice for the select items or for difference percentage of each item. ای را به خاطر از استفاده میکنیم که مثلا گفت بیادر از این پروپوزل رایتنگ تا مکمل 100% پیسه شمیتون برد و از کویک بوکس دستاپ ترننگ که هستن از او 20% شمیتون دیگه شمیتون. اگه یک قسم متفاوت باشه در اینجا خواهی تو بود 100% است، در اینجا فیصدی را مشخص میکردی و بردویش بازمون 1% را انتخاب میکرد. اگر تو میخوای با هر آیتم متفاوت پرسنتیج انتخاب کنی بازی را استفاده میکنی. اوکی کلیک کن. این آمد برای ما. ای را ما میگم بیدر ای اولیش که است؟ اولیش صحیح است، یک ایست و یک ایست. ای را میگم برای ما تقریبا چند است مکمل پیسش استیمیت امان چقدر است؟ 50,000 است. میگم و پرایر اماونت بر ما گرفتیم من برای ما پیمنت کرده نکرد، صفر است. تا اینجا میگم که بیادر ازی برای ما 50,000 برم 20,000 شبت بخو. 50% گفته بود، 50% که گفته 25,000 افغان میشه، صحیح است اماونت رو ذکر میکنید شما. و از مدگیش که از کویک بوکس دستاپ گفت بر ازی 5,000 برد میتونم زیاد نمیتونم. توتال چقدر میشه؟ 30,000 افغان. فقط اگر میخواستی که پرسنتیج برات نشون بده پرسنتیج میشه تو چقدر میتونی اینجا کلیک کن 25,000 چقدر میشه؟ 50%. اگر خودت باز میخواستی که هیچ ایر چی نکنی به اساس فیصدی نوشته کنی هم مشکل نداره. کوانتیتی ریت چیزا رو برات نشون بده، نشون بده نه این نت نشون هیچ نباش. ما میگیم خو 30% شو 33% نه امیر 40% بده. 40% چقدر میشه؟ 6,000. یعنی هم بساسی امان شما ایره میتونید ذکر کنید، هم بساسی فیصدی میشه ذکر کنید. بعد از اوکی کلیک میکنم. اوکی که کلیک کردی اتوماتیکلی خودش بر از امو انوایس جور میکنم. یعنی اینمی 25,000 افغانی را که تو گفتی که تقریبا 50% میشه اگر بساس تعداد انتخاب کنید تو دونیم دانه پروپوزل رایتنگ قیمتش گرفتی و ایدگیش چقدر است؟ 2 دانه است. بعد از سیو این کلوز انتخاب میکنیم. ببینید شما اگنور کلیک میکنم این چکا این دهی انوایس شروع کردن ما پروگرس انوایس استفاده کردیم مگم بیخی متفاوت، هم کوانتیتی متفاوت شد و هم هم اماونت فیصدی شد متفاوت شد. خب به همی شکل اگر تو میخوای که ریمیننگ آل پس ریسیف کنی باز بیا خویی را ریسیف نکدم پیسش ریسیف پیمنت آمدم گفتم بیادر زمین نفر چقدر است پیش ما قرضدار است؟ اینا قدر قرضدار است. این وایس جور کردی پولیش باید بگیر از پیش کاش گرفتم سیو این کلوز گفت. باز آمدم در اینجا در کریت این وایس ای دفعه میگم کمالش انتخاب میکنم. ای را انتخاب کردم اوکی گفتم کریت این وایس. خب با اساس فیصدی سال کو برای ما میگه از ای تو سابق چند فیصد گرفتی؟ 50% نقل مرد میتم. از ای چند فیصد گرفتی؟ 40%. یه توتال برای ما نشان میتم. میگم که خو ازی که 50% گرفتیم 50% دیگه ایش امرد کن و ازی که 40% گرفتیم 60% دیگه ایش امرد. بخاطر ازی که پروژه ما تکمیل شد و اینجا نشان رو میده اگر تو 60% بگیری 100% ازی پورا میشه، ازی هم 100% پورا میشه. اگر مثلا 59 نوشته کن میگه 1% ازی میمانه
99% میشه اماونتی که تو اینوایس جور میکنی برش. خب یه 60% جور کردم، بعد از اوکی کلیک کردم، اوکی کلیک کردم، باز سیف این کلوز میکنم، دیگه چیزی نیستن. سیف این کلوز کلیک کردم، اگنور آل سپلنگ چکن ولی 34,000 دیگه هم باقی شد. ایدم برای ما پولیش داد، پولیش که داد در کویک بوکس باید ایده برسانم که پول داد و شکل کش برای ما اینی می اماونت شکل کش سیف این کلوز کردم. صحیح شد پروگرس اینوایس ما شما به این شکل در برنامه کویک بوکس پیش می بریم، پروسس می کنیم. مسئله دیگه از کریدیت میمو یا ریفاند بودی را گفتیم نگفتیم. خب ما اینمی سلام صفحه انتخاب میکنیم که اینجا زیاد ترانزکشن ها وجود نداره. ترانزکشن ها ایزو بیخی تعداد زیاد، شاید شما یک ذره گیج شوینده اینجا. این را انتخاب میکنم، مثلا اول میرم اینوینتری را میبینم، دا فیزیکل اینوینتری ورشیت آمدم. ما بلک مونیتور چند دانه داریم؟ دادن داریم، دادن بلک مونیتور داریم و به مشکل کور i7 CPU 12 دادن داریم. ای برای ما چی کرد؟ از پیش ما استیمیت برد کی امی سلام صافه استیمیت چی را برد؟ گفت برای ما بلک مونیتور کار است و CPU کار است. CPU کور i7 انتخاب کرد. چند دانه قیمتش گفت یک دانه ازیره کدشنش بود یک دانه ازی. ما گفتیم کدشن ای 2000 میشه، ای چقدر میشه؟ 3000 افغانی میشه. اما قیمتایش هست یا نیست؟ 2000 3000. بیا دا آیتم لیست اینجا که آمدی از بلک مانیتور چقدر است؟ 2500 است. و از او چقدر است؟ 2000. سی پی او 3000. قیمتای خودی مورد اینجا نشان میده. یک دقیقه صبر کن، اینجا قیمتای خودی ما نشان میده بخاطر ازی که مارکاب شما نگفتیم که چند فیصد. ما مثلا میخوام مفارس رزی جمع کنم، میگم که 10%. 10% چقدر میشه؟ ببخشی یک دفعه صبر کن. از 2000 ضربی 10 تقسیم 100 200 میشنه. اینجا مارکاپ چی شد؟ خب به فیصدی نوشته نکردیم، فقط بخاطر 10 نوشته کردیم، 10 را جمع کردم. این را باید 10 نوشته کنم، 10% آلی چی میکنن؟ 2200. شما میچ متوجه نبودید. اینجا میگم که از این 20% سرش اضافه کن. صحیح شد؟ این چرا کم نشان میده؟ کی گفتم میتونه؟ سلکو وقتی که من اینجا سلام صفحه انتخاب کردم تو جوار خیلی سرموه دیج نشروع کن تراغ چکن. خب مونیتور انتخاب کردم، قیمتش چند است اوجه؟ 2600. ایچه چرا 2000 نشان میده برای من؟ این را بگوییم تو باید ولی قیمت خرید که ولی ما تا اگرد پکنه که ما خود 2600 روپی ولی دازه خرصه اومه تو کسی دلتا مورا پسیدی و سرمت نه تو بگو چرا ایجا برای ما فکس 2000 قیمت خرید برای از این نشان میتا؟ چرا ما اوجا گفتیم که می خرم به 2000 می فروشم به 2600 ایجا چرا 2000 نشان میتا؟ اینا خود من او اضافه کردم، مارکا به 10% اضافه کردم، اضافه شد. نه نه یه دسته چند سلارم تو استیمیت هر چی که باشه قیمت خود قیمت استیمیت که به مشتری میده قیمت خرید تا نشان میده برزو اوجا بفهم سرت که ایره تو یه قدر خریدی سر ما قدر میفروشی نه تو وید دو تا ورور چې موږ کله دا نمبر انتخاب وړو اپیکس کې مته ورته چولو چا ته چې نمبر انتخاب وړو هم وو مثلا محمد سوپینګ پر چې کله ورو کنا هغه ته مې قیمت ورو پات تر دو اخبار کې مته مو اول کې ما موږ اخبار کې مته ورته چولو اخبار کې مته ورو 80 نفر جواب داد سعید سر خبره ته وای مصطفی در اصل استیمیت دا 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 قیمت نو ورزیه نه خیچ نو ورزیه اینجا بیا دا دل تراشه پرنٹ پری باندې کلک کا دا قیمت زی ورته 2000 افغانی ولی نه زی جواب خل سبته وای پرایس لیول لیس کی اوس کی کټګوری او دا کتن ټاپ میډیم او دا چې دی د د پاره مونږ ای د پرایس لیول لیس مې رات انتخاب کړم کی مشتری ما هر وخت کی جنس سپیشل می خره بر ازو مو چیزی فکس قیمت کی برای ما تمام شه بر ازو مو قیمت انتخاب کړم ټاپ لیول لیس مطلب مو واغست دل تراغلم حالی بیاین شما ببینیم سلام صفحه رایت کلیک میکنم میرم در ایدت کستومر در اینجا که آمدیم در پیمنت سیتنگ میرم در این سرکو فکس کاست گفتیم چیزی که برای ما تمام میشه اونمو برای از انتخاب میکنم
وہ فکسڈ کاسٹ چیز تھا بیا دا لسٹ دا لسٹ کیا مدی دا پرائس لیول لسٹ بیا دینجا فکسڈ کاسٹ ما چور کدی بنا کدی ان ایرا بیا دا اد تزی بیا چی میگا ایرا گفتم کہ بیا دا فکسڈ کاسٹ از چی رقم است چی انتخاب کدم بلیک مانیٹر چیزی کی ان فکسڈ کاسٹ پر ما تمام شده بچند است 2000 برای چی تعیین میکنم از دیگه دیگه چی بود کور 7 سی پی یو بود نه دینجا بیا کور 7 سی پی یو برای ما 3000 تمام شده برای چی قدر میکنم سٹینڈرڈ پرائز شی نویستا وہ برے مائی قدر تمام شما گفتے ہیں کہ 0% لوور دن نہیں ایجا خو یعنی بھائی مانا کہ انہیں قیمت اچھی میں کنا صحیح تھا ایرا برش گفتے ہیں 0% اور 10% نہیں تھا فقط چیزی کی برے ما تمام شدہ او نمبر چی میکنا انتخاب میکنا صحیح شد با او خاطر او رو چی میکنا او نشان میتا باز هم اگر شما بخواین کہ وقتی که استیمیت برای از این نفر جور میکردی مثلا صفحه مثلا از بلک مونیتور و ابو شکل از کور 7 سی پی او شما اینجا خود نشان مارکاب نشان میتا 0% و اگر تو میگی که نه 10% دیگه هر کو سرش وضعیت $1000 بلند رفته 10% سر از چیکو اضافه کو 10% اگر پرسنتیج نوشته نکردی اماونت در نظر میگیرو فکر میکنی پیسه است ایرا میگم 10% چیکو مشتری ٹاپ ماس کو وضعیت خراب از بازار کدوا دس پیدا 10% سر چی کو او نمی فهمه ای چیز نمی فهم در پریو بر شنو قیمت نشان میده بس خلاص صحیح شد و حتی تو میتونی که مارکاب منفی هم کنی باش من چک نکردم شاید کار کنه منفی هم میشه مارکاب یعنی از استاندارد کاست که است یک 10% کم کو 10% خب پرسنتیج نوشته نکره لست فیصد منفی ده پرسنتیج دوست در پر چی کم کن ما ایره میگم که نه مارکب از ایرم صفر میکنم و ایرم صفر میکنم سل کوی بعض موضوعات بسیار مهم هستن آدم متوجه نمیشه برش خب یک دانه استیمیت ازی گرفت یک دانه از ایر از پیشم گرفت مکمل چی قدر میشه؟ 5000 2000 3000 ایره سیوین کلوز کردم سیوین کلوز که کلیک کردم بعدا نفر زنگ زد که بیادر اون استیمیت که ماست پیش بود بودم شماره 4 شماره چند بود استیمیت 4 تو میای ده نام چیستا خو سلام صفه است استیمیت 4 آی نمیستا خو چی کنم بیادر 5 دلار از یک شجور کو 5 دلار از دیگه شجور کو او برای ما آردر داد یا نداد میام آردر از حساب میکنم در کوئی بوکس در کجا میام در کریر سیل آردرز آردر کی دادن سلام صفه از چی را آردر دادن ده اینجا سل کو اگر میخواستی که تو استیمیت رو ببین استیمیتش از اونجی چک کو به اینجا میم میگم چی کار میکنم میگم که یک دانه برای ما بلک مانیتور خب بلک مانیتور میگه نداری از جای چی میگه بلک مانیتور نداریم یا او دخصه بکو ایره پاس کلیر میکنم سلام صفحه انتخاب کردم دا ایتم آمدم بلک مانیتور این مسیج با You do not have sufficient quantity available to sell خواه دادن خود صحیح دادن است ایره چرا میتا برای مسج یا دادا کی گفتم میتون چرا این مسج میتا برای مسج استاد ایره همون زمانی که ما گفته بودیم که مکزیمم و مینیمم چه انتخاب کنم هر وقتی که اگر مکزیمم هم برای ما نوتیفیکیشن بتر و مینیمم هم برای ما نوتیفیکیشن بتر خب او گفتم صحیح خب مسج ببین شما چی میگه اول خبر ما میگه you do not have sufficient quantity available to sell quantity on hand داری فلن دادن پیشت است quantity on other sell order دادن میگه یک نفر دیگه هم sell order کده برای تو دادن او خواست خیسره او که برازی میدی برازی چی میدی که تو علی برازی sell order دیگه جور میکنی صحیح است و ده اینجا برای من میگه quantity reserved for assemblies zero quantity available صفر دادن پیشت است خو یک نفر دیگه هم sell order کده دادن میگم بیا در اون نفر نامت پیشت زبانش خیر باشه اوکی کلیک کن بازم برات آپشن میده و او مینیمم مکسیمم هم بر دعوت صحیح وقتی که کل کوانتیتی ما کم شو باز برای ما مسج میده که تو ایرا آردر بدی قسم مسج نمیده خب خب ایرا که انتخاب کردیم چند دلار برای ما آردر کردم 5 دلار برای ما آردر کردم خب پس رو ما برای نفر دیگه اختصاص داد آف برای سل آردر کرده بود نه سل آردر وقتی میکنه که تو از پیش جنس بخوای بدار ایرا آماده کو برای ما اینا لوره که آردر کرده خب مجبور است ایرا برازی آماده کنی ای بار از آماده او رو باز چی میتی که برای ازی جور میکنی تو خب کلاس هم انتخاب نمی کنم سایت ها چی میکنیم سایت بخاطر ازی که نه در بالانس سایت داریم ایره نه در ایجه داریم نه در دیگه سایت داریم ما یک کار میکنم پیش ازی که ایره سایت ایجه کار کنم میام در کدام جای در اینوینتری میام در اینجا یک کماند است به نام ترانسفر اینوینتری
صحیح ترانسفر اینوینت رفرنس نمبر 1 است کلاس چیز انتخاب نمی کنم میگم که برادر ما در دراپ شپ کیس آیتم داریم اول آیتم رو باید انتخاب میکردم کلیر اومدم در اینجا آیتم انتخاب میکنم میگم برادر بلک مانیتور رو میخوام و سی پی یو رو میخوام ببینم که آر سلیکتد آیتم اینا که انتخاب کردم میگم که برادر کوانتیتی اویلیبل از یست یا نیست تو باش کی میگم در دراپ شپ ببین است میگه ای سایت چقدر است؟ دادن است و دوازن میگم ایره ترانسفر کن در کدام سایت؟ در کابل مین برانچ ترانسفر کن کانتیتی ترانسفر چقدر؟ میگم دادن مکمل از ایره ترانسفر کن و دواز دادن دیگه از ایره ترانسفر کن بخاطر از اینکه یه امو دیفالت سایت است که کویک بوکس برای ما جور میکنه هیچ مانا نمیده برای ما دراپ شپ سیو این کلوز میگم اینالی در سایت چیم و کانتیتی آمد بیاد اینجا در ریپورت که بیایم میگم در چی شد اینوینتری در اینوینتری که آمد میگم کوانتیتی آن هند بای سایت کلیک کو اینجا برای ما میگه در سایت بغلان چقدر است در کابل مین برانچ 12 تا نزی داریم و داده نه از بلک مانیتور داریم خب حالا میگم که بیادر این نفر که ایچی کده ایره میگم از کابل مین برانچ برزی سل آردر کدم ای آردر شازی جمع مثلا چی میکرم خب پنج دن آردر کدم دیگه چی را آردر کدم میگم دیگه برای ما گفته که کورای 7 سی پیورم چکو ایرم پنج دن برای ما آردر داده سل آردر از ایرم حساب میکنیم سیو این کلوز انتخاب کردم 13000 افغانی میشه مکمل سیو این کلوز که انتخاب کردم اسپرینگ چک اگنور میکنم عالم ده هیستری چیز نامده به خاطر از اینکه جنس نبرد است پیشم اگر نفر آمد جنس است پیشم با پولی نخ بود چی را انتخاب میکنیم انتر سل ریسپت انتخاب میکنم آمدم ده ایجایی را کلک کردم خب ایرا به خاطر از این کار میکنم که اگر از پیش جنس با نخت ببره سل رسپ پیسه را برداد بعدا یک جنس یا قلم پس مسترد میکنه پیسه ایسی چه قسم میدی صحیستا و اگر با قرض ببره باز چه رقم میکنی صحیست ایرم گفت میزنیم خویی کار که شد میگم نفر سلام صافی صحیستا ای بخاطر ارسندنگ بلس ایره اکسکلوت میکنم میگم ایرو سکو خو سلام صافی که هستا سپیش ما چی برد میگم که ای اس پیش ما چه شد مانیتور در کجاست این بلک مانیتور است اوکی کلیک میکنم صحیح بعد از او میگم که دیگه اس پیش چی برد سی پی او برد چند دانه برد ده دانه پنج دانه ازی بود پنج دانه ازی بود صحیح شد ای اس پیش برد سلام صافی چقدر پیسی سی چرا زیاد شد چند بود اوجه 13000 نبود یا کم کردیم باش که مسئله آردر را ببینیم که ایجایش چی کردیم مسئله آردر در کجاست این همیست نه رایت کلیک ایدت میگم ایدت ترانزکشن دیگه اینجا که آمدم خب پنج دانه پنج دانه چقدر میشن 25000 میشن او یه چند میشد صحیح اشتباه کردیم آمدم در انتر سل ریسپت میگم نفر از پیشم جنس بورد چی را بورد اکسکلود انتخاب میکنم اینجا میگم از پیش ما مانیتور برد و به اون شکل دیگه چی برد از پیش ما کورای 7 سی پی یو را پنج دانه ازی را برد از پیش ما پنج دانه ازی را با پول نقد گرفت از پیش ما بس کدام سایت از نو از کابل مین برانچ یس انتخاب میکنم که سایت با پایین ترانزکشن را کاپی کنه یه که انتخاب کنم 25000 افغانی سایز به شکل کیش سیو این کلوز انتخاب کنم سیو این کلوز که انتخاب کنم اینال این نفر سل کو جنس از پیشم آردر کده بود امور از پیشم به پولی نقد گرفت بود حساب ازی چی شد؟ پاک شد بعدا این نفر پس یک دانه سی پی یو را آورد یا پنج دانه چی را آورد؟ مانیتور را پس برای ما آورد گفت بیادر ایره پس بخن یا خراب بود یا مشتری پیدا نشد از پیش کس نبود پس آورد حالا ما پیسیش پس میدیم چون به پولی نقد از پیش سرزی فروختیم پس ای سلام صافی کلیک کو بالانس از صفر است نیست آمدم در کجا از اولم صفر بود خالی کش گرفتیم کش از در کجا برد معلوم میشه که آمده بیا در کمپانی فاینانشل د بالانس شیت استاندارد بیا د اینجا که آمدی د ان ایجا آل انتخاب آل که انتخاب کردی ان دیپوزیت فاند بیا ترانزکشن اولی شما اخیری شما میبینیم از چه قدر است سل ریسپت کردیم نکردیم از چه از کیست سلام صافی خب حالا اگر ما پس پیسه زیر مسترد میکنم پیسه شمیتم یا دا اینده از پیشم چیزی میخرم اینجا که آمدیم یک کماند است بنامه
کریٹ کریڈٹ میمو یا ریفنڈ د مشتری ما شما بنام کریڈٹ یا کمانڈ داشت د وینڈر داشتم نی اگر باید تن باشه وقتی کی پی بل می کریم انٹر بل می کریم انٹر بل کریڈٹ بود یک بل بود د اینجا که اس ما او قسم نداریم اینجا فقط بنام کریڈٹ میمو یا ریفنڈ کمانڈ است مشخص ای طور نیست که تو بیایی دیج ده کریت انوایس ده اوج یک کماند باشه که کم کنه نه ده اینجا میم ده کریت کریت میمو یا ریفند ده اینجا که آمدیم نگم ریفند با کی میکنی؟ کریت میمو رو با کی جور میکنی؟ با سلام صافی خب چی رو برد کریت کده؟ آور ده ریفند کده برد نگم بیدر از پیشم ام مونیتور برده بود ام سی بیو ام مونیتور پاس بریم آورده دانش 2005 بریم پاس آورده ایده پنج زنه که آورده از کدام سایتی در تو برشی کده بودی؟ میگم کابل مین برانچ وقتی که من سیو این کلوز کلک کنم ایده در میمو میتونی نوشته کنی که ریفاند صحیح شد؟ اگر سایتش مشخص نباشد در خود ایده در دراب شیپ میره نه در دراب شیپ اضافه میشه بس سایتی که ما انتخاب نکردیم دیفالت سایتش رو نمیستم ولی که ما ایده سیو این کلوز کلک کنیم چی تغییرات میاد کویک بوکس کی گفتم میتونه دا اول اینونتری ما ببین دا بیا دا اینجا دا فیزیکال اینونتری بیا دا فیزیکال اینونتری که اومدی پیش ما بلک مانیتور چند دانه است دا دانه میشه چی میشه دا دانه میشه و اکاونت پیبل ما که است دا زر افغانی هم چی میشه اضافه میشه ما قرضدار میشیم چون ریفاند کرد جنس برای ما اومد خود جنس پیش ما زیاد میشه کی جنس آمد قرضدار میشیم نه پیسہ سر ما میمونه آمدیم چی میکنیم سیو ان کلوز انتخاب میکنیم سیو کلوز کی کلک کردیم دینجا کوئی بوکس اتوماتیکلی مسج میتا بری ما میگه ای ریفاند کی میکنی حساب از چی رقم است بیادر ای را ای نفر از پیش کدام انوایس گرفته بود با قرض جنس برده بود صحیح است سر ازو تو چی میکنی اپلای میکنی که از اینوایس که با قرص دادن قلم برده بود پیسیش گفت باز میکنی دادن قلم باز پنج قلم پس آورد ایره باید پیسیش از اینوایس کم شود یا کم نشود اپلای تو اینوایس نه گفت ریفند پیسیش پس میدی و اگر میگی نه این نفر گفت بیادر جنس پس بگی این خراب است پیسیش پیش سرت باش باز داینده اگر آمد چیز دیگه گرفتم پیسیش دمو مجرا کن اگر گفتی که نه ریتین از ان اویلیبل کریدیت باز چی کار میشه؟ اوجه منفی 10,000 افغانی میشه صحیسته؟ سلام صافی بود کی بود؟ یعنی ما از او قرضدار میشه ما اولی رو انتخاب میکنم میگم ایره اول بل کریدیت بان پیسی ازی سر ما باشه اوکی کلک کردم چند شد؟ جنس ما میریم در مینوی اینوینتری در فیزیکل اینوینتری ورشید مونیتور چند نشد؟ اگر به اساس سایت میخواستی ببینی بیا در ریپورت در اینوینتری بیا در اینجا که اومدی quantity on hand by site چند دانه شده در کابل مین برانچ ده دانه شده اگر اوجه سایت انتخاب نمی کردیم باز در دراب شیپ سایت می رفت در اینجا می آمد پنج دانه ایچه می آمد پنج دانه ایچه می آمد گرفت مطلب مرم نه از اینجا که من اگر یاد ما نمانده باشه که ما از کدام سایت بودیم آفرین نه سایت خوبی خیلی باید مشخص کنیم امکان نداره که وقتی که ملتیپل سایت فعال کردی باید مشخص کنی برش دیفالت سایت که است در دراب شیپ است اول که تو در کویک بوکس سایت جور کردی دراپ شیپ گم کن دیلیت کو را ای چون ما از اول دیلیت نکردیم در چندین ترانزیشن در روزای قبلی استفاده کردیم ولی دیلیت هم نمیشه اصل کجا بیا در سایت لیست بیا سایت لیست کجاست اینونتری سایت لیست دینجاس ای را رایت کلیک کو دیلیت نمیشه میگه ای در اینونتری سایت از یوز ان ا ترانزیکشن ایت کان نات بی دیلیت ما گفته بود وقتی که یک چیز را دیگه جای در ترانزیشن استفاده کردی باز دیلیت نمیشه خب گرفت مطلب مرا آلی نفر قرضا ای اول بل کریدیت است وقتی که آیا اگر تو دیجا بیاد کمپانی سناپ شات هم بیایی ما اکاونت پیبل ما چه قدر است 12,000 افغانی است صحیح است 12,000 افغانی ما به افغانی است و به دلار ما چه قدر است اکاونت پیبل ما 9200 دلار است ای منفی است به این معنی که سر کس دیگه ما داریم اگر مثبت بود اکاونت پیبل ما مثبت بود به این معنی که ما قرضدار هستیم اگر منفی بود وندر ما پیش ما قرضدار است چون اکاونت پیبل که است مربوط چی میشه وندر میشه نمیشه اکاونت پیبل مربوط وندر میشه و دینج اکاونت ریسیول ما تا کجا است اکاونت ریسیول یعنی صفر است میبینی یعنی مشتری است پیش ما قرضدار نیست فعلا
چرا نیست بیج سرکو ده اینجا هسته مشتری ما چقدر قرضدار هستن خب بالانس اینجا هسته خب این بالانس تاریخش نرسیده که ده اوجه چی کنه اگر تو میخواستی ببینی ده اینجا بیا به اساس تاریخ باید ایره ده اوجه نشان میداد نه اینفهم چرا نشان میداد ده کستومر ریسیبل بیا ده اکاونت ریسیبل ایجنگ سماری ده اینجا برای ما نشان میداد ده هزار افغانی حضرت علی قرضدار ما هستن و ده هزار چرا قرض نشان نمیده به خاطر از ده هزار ده هزار چی میشه منفی میشه یک جای مثبت است یک جای منفی است صفر میشه اکاونت ریسیبل ما نمیشه به او خاطر ده اینجا برای ما صفر نشان میده اکاونت ریسیبل صفر نشان میده و این اکاونت پیبل که است مربوط به وندر ما میشه که هم دلاری است صحیح شد ما حیران شدم که چرا نشان نمیده از اینکه 10000 تو قرضدار است از یک وندر 10000 سر دیگه کاستمر و 10000 تو سر کاستمر داری خب صفر میشه خب این کاستمر ها واسه فقط چی تو نه یعنی کوئک بوکس اگه باید تن باشه وقتی که ما سر کو دا وندر دا وندر کی میرفتیم نفر برای ما پیسہ میداد خود کوئک بوکس پروسس نمیشه تا کی تو کلیر نمیکدی د اینجا کوئک بوکس که خودش با خود محاسبه میکنه این رقم ریزی چی میکنه چی میشه بالانس صفر میشه این رو باید خودت پروسس کنی به این معنی نیست که پروسس شده نه این رو باید این رو ریسیف پیمنت کنی و این رو تبادله کنی در مقابل جنس یا پولی شبتی خب در حقیقت بالانس چی میشه صفر است یا نیست در کوئک بوکس کار شد تو پیش ببر خود در حقیقت بالانس صفر شده این حال چی میکنیم سل که خب اینی پیسه رو ما ریسیف کردم حال این رو ما ریسیف کنم اونجا سل که پیسه اضافه میشه کنم ریسیفر آمدم در اینجا میگم ریسیف پیمنت یک وین مشتری ما برای ما پیسه داد کدام از سفر تری 10000 داد به شکل کیش سیو ان کلوز آل بی اکاونت ریسیوبل تبی بین د کمپنی اسنپ شاٹ بیا اکاونت پیبل اتا اکاونت پیبل اکاونت ریسیوبل بود اکاونت پیبل اکاونت ریسیوبل ما چی شد اکاونت ریسیوبل به خاطر از کی ما 10000 قرضدار شد نه اینجا اومد دیدی اوجه به خاطر از کی بالانس صفر دا و دا منفی مثبت صفر میشد نمیشد به او خاطر آلی برای ما این اضافه صحیح شد دیگه آلی ایره که هست ایره خوب فهمیده که اگر ریتین اول بل کردیت میکنیم ایره در کجا باز استفاده میکنیم چه قسم استفاده میکنیم ایجا میام در مشتری مشتری از پیشم چیزی را گرفت چه گرفت؟ انوایس جور کردن برازی اینی مشتری ما تازه قرضدار هستیم یا نیستیم بعدن یک روز بعد آمد گفت بیاد تو بیارم این جنس من یک چیز رو خوش دارم چی رو خوش داری مانیتوری نو آوردی خب وقتی که کلیک میکنی باز برای ما یک مسیج میاد اگر ده هیستری کدام مشتری تو کیس استیمیت باشه سیل آرڈر باشه میگه تو این انوایس کی جور میکنی با اساس استیمیت جور میکنی با اساس سیل آرڈر جور میکنی یعنی نو انوایس نو جور میکنی انوایس نو جور میکنم اوکی کلیک کو خب برای ما میگه بل بل تایم ده هیستری از وجود داره میگم اورا اکسکلود کو اوس کو انوایس بیخی سکرچ جور میکنم خب انوایس چی جور میکنی به شما مانیتور بود یا نبود پس مانیتور هم گفتم مانیتوری نه آوردم اوکی کلیک کردم چند دانه مانیتور ای آردر کرده بر کانتیتی ازی میگم پنج دانه دانش چقدر میشه 2000 ده دانش پنج دانش 10000 افغانی میشه از کدام سایتی رو میدی برش میگم از کابل مین برانچ میدم اگر دیگه سایت انتخاب کری دو خونه است پیش من خب باید مسج میدم میگم کابل میچ من برانچ انتخاب کردم با سیو ان کلوز میگم وقتی که سیو ان کلوز کلیک کردی چل کو دیجم پیش ما یک کمانڈ اس ریفنڈ یا کریڈٹ دون جمس ان دی انوایس اس طریق انوایس ما می تنم چی کنیم این می کمانڈ کریٹ ریفنڈ یا کریڈٹ استفاده کنم مشکل نیست از اینجا میشه از اینجا میشه سیو ان کلوز اپلای کلوز انتخاب کردم سیو ان کلوز که انتخاب کردم دیجا برای ما مسج میتا اویلیبل کریڈٹ این افار دی ہسٹری از یو اویلیبل کریڈٹ اس ان تو یا تو قرضدار سی یا نه کریڈٹ کیس ما قرضدار هستم صحیح است میگم دس کسٹمر ہیز اویلیبل کریڈٹ دیٹ کین بی اپلائیڈ ٹو دس انوائس وڈ یو لائک ٹو اپلائی دوس کریڈٹ ٹو دس انوائس میگا ایک اویلیبل کریڈٹ دارا کہ تمی تنی سرزی انوائس اپلائی کنی کہ حساب شما چی شو یک چیز کلیئر شو میخوای رو سرزی انوائس اپلائی کنی اگر یس انتخاب کردی دمیج حساب کتابش پاک میکنم اگر میگی نه استاد ما بعد حسابش پاک میکنم اورم خی دیجه ای رمیج کلیئر میکنم اور دیگه مثال میدم میگم یس یس که انتخاب کردی این اویلیبل کریڈٹ 10000 افغانستان ایجا برای ما میگه کسٹومر چی نام داره سلام صفای صحیح است اوریجنال اماونت چقدر است خب اماونت دو به تو به چقدر پیسہ میدادی
what credit use چه قدر است؟ بالانس دو چه قدر است؟ صفر است. یعنی ای اسپیش هیچ قرضدار نیست. اگر تو اماونت دویش کم کنی جا 9000 نوشته کنی باز دو چی میشه 1000 قرضدار بالانس میمونه سر ایسی میگم نه بیادر امیر توتالش استفاده میکنم حسابش پاک و نفر گفت که بیادر دم حساب سابقه او رو پاک تو باید کویک بوکس رو پاک کنی که پاک نکنی حساب جنجالی میشه دن انتخاب کردم اینال سر کجا چی شد پیت نوشته کرد اینوایس آخری ما چی شد با سلام صفحه کی جور کرده بودیم بیاد اینجا اینوایس 11 این امیر رایت کلیک کن لیدت بیا اینجا چی میگه برای ما اینوایس چی شده پیت شده حساب ازی پاک شده و دا اینجا سل کو بلنس ازی چی شد صفر شد اینوایس من کلیو کی خیلی شد اینجا بیاد ایدت بیا دا اینجا دا برین پیو بیا برای ما میگه که بیاد این مونیتور بود 10000 مکمل چی شده پیت شده گیستا دی حساب خب پوه شو چې څنګه مثلا مونږ اویلیبل کریډیټ مستقیم انوایس ته اپلای کوو همدې ته زه بیا یو د مانا که د پام کړی یو قلم جنس بل هم اخیستی و 15 دانه سی پی یو اخیستی وې ای نفر 5 دانه سی پی یو ګرفت باز پښتو شروع کړم ای 5 دانه سی پی یو ګرفته بود 5 دانه مونیتور ګرفته بود مونیتور خو حسابش پس اوور دیګه ګرفت بجایش حال ی اونو 5 دانه سی پی یو رو هم پس مسترد کرد برای ما سی پی یو سل کو حال چند دانه سپیش ما د فزیکل انوینتری بیا هفتانو مانده نه او را که اضافه کنیم 12 دانه میشه پس که مسترد شد آمدم گفتم بیادر این نفر برای ما کریدیت میمو کرد از اینجا میشه و از اینجا میشه که مستقیم نوایس جور کنی از اینجا میشه در اینجا آمدم کریدیت میمو را جور میکنی با کی؟ با سلام اسلام سلام صافی از چی را جور میکنی؟ از سی پی او را از چند دانه را؟ از 5 دانه را چقدر میشه؟ 15000 فرانک میشه صحیح است وقتی که سیو این کلوز انتخاب میکنی سایت خب سایت انتخاب نکردیم تو شو سایت اینجاست میگم ای را بورد بود از کابل مین برانچ سیو این کلوز انتخاب میکنی باز اونو مگه بست ای را تو پیش خود اویلیبل کریدیت نگاه میکنی سر اینوایس اپلای میکنی اینوایس گپ نمیزنم حالا بعد دیگه مثال کار میکنی یا ریفاند میکنی نمیگم اویلیبل کریدیت صحیح است اوکی کلیک کردم چقدر قرض داشتیم 15000 حالی اگر پس این نفر ایجنس برای ما آورد و جایز یک جنس دیگر را گرفت و قرض میبره باز اینوایس جور میکنیم برش اینوایس که جور میکنیم این دفعه از ایجه اویلیبل کریدیت سر ازی اپلای نمیکنیم از دیگر جای اپلای میکنیم چه قسم میشن؟ از ریسیف پیمنت اپلای میکنیم میگم این نفر اینوایس نو جور میکنیم میگم بله اینوایس نو جور میکنیم اوکی اویلیبل تایم از ایده اکسکلود کنم میگم دور کور از پیش ازی ایجا میگم برازی اگه نوایس جور میکنیم از چی؟ از سی پیو را از سی پیو را از کدام سایت میده؟ از کابل مین سایت اول ببین که در کابل مین سایت سی پیو زیاد شده نشده در فیزیکل بیا دوازده دانه شده نشده سی پیو را زیاد شده میگم ای اسپیشم 5 دانه میبره 5 دانه را که میبره بله خب کلاس چیزا را انتخاب نایی 15000 افغانی میشه سیو این کلوز انتخاب کنم سیو این کلوز باز مصرف میتا بعد ازی بریم ایر تو میخوایی که سری ای اویلیبل کریدیت دار میگه او را میخوایی قد ازو تبادله کن میگم نه ای ربان بعدا حسابش میکنم نو انتخاب کردم ایجا خو حساب صفر شد مثل که بیشتر گفتم خود هنوز حسابش پاک نشده حالا که در ریسیف پیمنت برم این نفر 15000 از پیش ما قرضدار است قرضدار است یا نیست خو جنس از پیش به قرض برد یا نبرد خو ایرم برد کویک بوک میگه که این نفر تو هم قرضدار استی ای هم از پیش قرضدار است 15000 افغانی خود ایجا ببین کویک بوکس ادویش صفر کرد بالانس های زیرا در حقیقت پیش خود نشان میده که تو اگر امروز حساب کنی بالانس چی میشه صفر میشه بیا وقتی که کاستمر بیا این دفعه از ریسیو پیمنت میم اول اویلیبل کریدیت ازیش تطبیق میکنه ده اینجا که اومدی با مجرد که نام مشتری تا انتخاب که نام چی بود سلام صفحه بود سال کو ایجه اگر دیگه کسر انتخاب کنی اویلیبل کریدیت چیز دیگه است نیست اگر سلام صفحه انتخاب کنی اویلیبل کریدیت چقدر است ان یوزد کریدیت 15000 افغانی این میگم از تو قرضدار است چقدر قرضدار است 15000 افغانی اوریجینال اماونت اماونت دو و پیمنت چقدر میکنه برای میگم بیادر این پیمنت نمیکنه من میخوام که سر ازی امی کردیت اپلای کنم صحیح شد دا اپلای کردیت که آمدی ایر انتخاب کو برای ما میگه 15000 ای کردیت داره سر تو ایر انتخاب که انتخاب کردی دن انتخاب کو اماونت پیمنت باید چقدر بکنه برای ما 15000 اوریجینال اماونت بود اماون دیو که 15000 بود کریدیت که استفاده کرده چقدر است اگر تو جو بازم بالانس نوشته کنی
مثلا اگر ما یک هزار گفتم که یک هزار نقد بریم داد گفتم و دیگه که از امو کردیت استفاده کن باز سل کجا اول بل کردیت یک هزار دیگه میمان است پیش همراه ما سل کو اماون چه قدر شده؟ اپلاید چه قدر استفاده شده ازی؟ خب دسکاونت چیزا ایجا دسکاونت این کردیت پانزده هزار شده نه نه نشد نگرفتی را ایجا انتخاب میکنم میگم که بیدت 0% ایر سفر میکنم صحیح است باید از اموجه ما مشخص میکردیم که 14000 از سل کو از ایجا هدف از ایجا است مستقیم نمیگیرد اینجا که انتخاب کردی اپلای کردیت که میامدی بجای 14000 که است 15000 چین 14000 اماونت یوز 14000 نوشته میکنی باز 1000 چی میشد باقی میمارد سل کو اوکی که دن کلیک کو 1000 چی قدر میشه باقی میمارد یعنی مستقیم نمیگیرد سوی پس ایر انتخاب کردم ایر مکمل گفتم چی میکنم اپلای کردیت میکنم ایر قدازی تبادله میکنم دن انتخاب کردم اماونت پی پیمنت باید برای ما چقدر پیمنت کنیم برای ازی و چقدر پیمنت کنیم صفر سیف انکلوز انتخاب کن حساب از این نفر چی شد پاک شد پس مونیتوری ما چی شد سی پی او ما کم شد افتن اماند به این شرط که شما هم میتونید مستقیم سر انوایس اول برای کردیت را تطبیق کنید هم در ریسیو پیمنت پی کنید صحیح شد دیگه چیز دا انوایس اول کریدیت میمو ریفاند خوش شد دیکھ سوال نشتا دیکھا نا ادوانس هم مشتری که اسپیش ما از مشتری میگیریم مثل که وینڈر اسپیش ما ادوانس میگیریم اگر ما از مشتری خود ادوانس میگیریم بیدار یک 20000 روپا بطی که من میرم از دوبای جنس میارم که یک چیز بنام تو بیارم باز مجھے پیش اکی ادوانس میکنی هیره باز دا کجا میریم در ریسیف پیمنٹ امی یک مشتری ناو جو میکنی که بیخی مشتری زیاد شد نه ترانزکشن ها دو جو زیاد شد میگم بنام پامیر افغان یک مشتری جور میکنیم اگر از ایجای منفی 10000 نوشته کردی به این معنی که ما ادوانس گرفتیم از سال گذشته سر ما از مشتری پیسه مانده اگر 10000 بود از سال گذشته اوپنینگ بیلنس است اگر هیچ چیز نبود اوکی کلیک کو حالا اگر این نفر تو از پیش ادوانس گرفتی به حیث وینڈر ما وینڈر شستیم این مشتری ماست بیا در کدام جایی در کسٹومر که آمدی پس میایم در ریسیو پیمنٹ در ریسیو پیمنٹ که آمدیم در اینجا هیچ چیز را دیگه کار دست نمیزیم تاریخ انتخاب میکنیم بعد کدام تاریخ تو از این ادوانس گرفتی تاریخ اول چقدر ادوانس گرفتی 10000 افغانی هیچ وقت پیمنٹ اماؤنٹ که است منفی نمیشه این را متوجه باشین دیش در کوئی بوکس شما او را منفی نوشته کده نمیتونی وقتی که تو اماؤنٹ نوشته کدی و در اینجا ترانزکشن هم در هیستری ازی وجود ندار ان پیڈ انوایس هم نیست اتوماتیکلی تو کماؤنٹ فعال میشه برای ما میگه بیادر لیو دا کریڈیٹ تو بی یوز لیٹر ایر چی گا بس تو پیسه برای زی نخ میتی بایی مشتری پولی نخ میتی از سابق قرضارش بودی اینجا سل کو ریفاند اماؤنٹ دا کسٹومر ایر انتخاب میکنی و اگر میگی نه از این نفر ما قرضدار است ادوانس گرفتیم ادوانس گرفتیم و ای ادوانس شمیشه که داینده باز استفاده کنه جنس بخره یا پیسی شمدیم به شکل کش داده بله به شکل کش سیو این کلوز انتخاب کن و ای اپشن بخاطر ازی میتا اگر تو میخوای ایر میمو رو پرینت کنی پیش خود نگاه کنی یه کلک کو پرینت میمو میمو رو پرینت کده میتن میگم نه اوکی کلک چقدر قرض دار شدم از این نفر و ایجا برای ما اتوماتیکلی ترانزکشن میمه که مشتری به تو پیمنت کرد شکل ادوانس صحیح شد به این شکل شما از مشتری چی میگیرین ادوانس پیمنٹ ریسیو میکنه وقتی که مشتری به شما پول میده حالا اگر مشتری از پیش ما جنس میخواه باز این همیشه که دوج تبادله کنیم آمدم گفتم برای از انوایس جور میکنم انوایس با کی با پامیر افغان از چی جور میکنی از همی سی پی او مانیتور داریم در ریپورت باید مانیتور 5 داریم صحیح سیج آمدم گفتم مانیتور اصلا ازی میفروشم 10000 بود 15000 خب بلک مونیتور انتخاب کردیم اوکی دانش چند است دونیم هزار است میگیم که بیدر از همین سایت برش مونیتور میتونم چند دانه کانتیتیشن دو دانه چند میشه 4 انتخاب میکنم 10000 افغانیشن صحیح است بعد از سیو این کلوز کلیک کرد بلنس کویک بوکس اتوماتیکلی چی میکنه کلیر میکنه و دیجه باز میگه اویلیبل کریدیت ایرم یس انتخاب کردیم یس که انتخاب کردیم یه سرازی تطبیق میکنیم
automatically paid through the invoice. Is the question. صحیح شد دیگه اگر باید تن باشه ما ریفند میکنیم یک اویلیبل کریدیت اکاور کردیم ریفند اگر اپنا سدیم نی دا انوائس کی بود او را باز کسیش زیاد میشه اگر گپ بزنیم باز ریکارد زیاد میشه صحیح است خب دا او زمان دا ننورزی درس